دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه یک شنبه 14 می 2023 مصادف با 24 اردیبهشت 1402 در سرتاسر ترکیه برگزار می شود. 4 نامزد وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شدند که با انصراف یکی از ایشان 3 نامزد باقی مانده، اما رقابت اصلی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی از حزب عدالت و توسعه و کمال قلیچدارأوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق است که هم کرد و هم از علویان ترکیه است. ابتدا به گزارش همکارم فاطمه موسوی در زمینه توجه فرمایید. پس از آنکه مردم ترکیه در آوریل 2017 فروردین 1396 به همه پرسی قانون اساسی گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی رأی مثبت دادند و عملاً مقام نخست وزیر از ساختار حکومت ترکیه هست و اقتدار و اختیارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافت، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه فردا یک شنبه 14 می 2023 مصادف با 24 اردیبهشت 1402 در سرتاسر ترکیه برگزار می شود. 4 نامزد وارد کورس نفسگیر رقابت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شدند که با انصراف محرم اینجه رهبر حزب مملکت عملاً 3 نامزد باقی مانده. اما رقابت اصلی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی از حزب عدالت و توسعه و کمال قلیچدارأوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق است و کاندیدای سوم سینان اوغان از آذربایجانی تبارهای ترکیه و شیعه مذهب و از ائتلاف آتا شانس کمتری در نظرسنجی ها را نشان داده است. طی روزهای اخیر که رقابت انتخاباتی ترکیه با برپایی میتینگ‌های پرشور به اوج خود رسیده است، نظرسنجی‌ها نتایج متفاوت و متضادی را نشان می‌دهند و به نظر می‌رسد دامنه رقابت به این حوزه هم کشیده شده و کمتر نظرسنجی را می‌توان یافت که از جانبداری و جهتگیری پرهیز و مختصات یک پژوهش علمی بی‌طرفانه را در پیش گرفته باشد. علویان که با نام تاریخی قزلباش یا بکتاشیه هم شناخته می شوند، پیشینه کهنی در ترکیه و سوریه دارند و از شیعیان می باشند. نیاکان آنها در قرن 8 هجری شمسی، هنگامی که ایلخانان مغول رسماً شیعه شدند و به مناطقی در آناتولی دست پیدا کردند، مردمان این مناطق به تشیع گرویدند و قزلباش‌ها در ترکیه به قدرت رسیدند و همزمان در اردبیل از استانهای ایران زمینه‌های شکل‌گیری حکومت صفویه را ایجاد کردند. کمال قلیچدار تبار خانوادگی خود را به شیعیان خراسان نسبت داده است و در میتینگ‌های انتخاباتی او تصاویر منصوب به امیرالمومنین علی علیه السلام بالا برده شده است. اما ناظران مسائل سیاسی در ترکیه بر این باورند که زیست دینی و شیعی از او دیده نشده است و استفاده از شعائر شیعی در تبلیغات انتخاباتی صرفاً دستاویزی برای کسب رأی است. آمار دقیقی از جمعیت علویان ترکیه در دسترس نیست و بسیاری از ایشان به دلایل آزار سنی‌های تندرو گرایش علوی خود را پنهان می‌کنند، اما برآورد می‌شود علویان 30% جمعیت ترکیه را شامل می‌شوند. شمشیر دو سر ذوالفقار امیرالمومنین علی علیه السلام سمبل و نماد علویان محسوب می‌شود و ایشان تمامی ائمه را با نام نامی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام محترم می‌شمارند. به هر حال میتینگ‌های طرفداران نامزدهای انتخاباتی پرشمار بود، اما نتایج نظرسنجی‌ها هم گاهی متفاوت نشان می‌دهند و تجربه نشان داده نه تصاویر جمعیت انبوه میتینگ‌ها و نه نتایج نظرسنجی‌ها نمی‌توانند اطمینان بدهند که برنده اصلی کیست. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. پیمان عارف تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن با ما هستند. آقای عارف سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و بینندگان عزیز. عرض ادب. آقای عارف، آیا این اولین بار در تاریخ ترکیه که علویان تا این سطح از رقابت سیاسی بالا میان؟ بفرمایید. میشه گفت بله، برای اینکه در طول تاریخ 500 ساله‌ای که 500 و در واقع 20 ساله‌ای که از سلطان بایزید دوم سرکوب علویان آغاز میشه، بعد از همزمان با بر تخت نشستن شاه اسماعیل صفوی در تبریز،
و در همزمان قیام معروف شاه قلی برای اینکه غرب آناتولی رو هم به بخشی از قلمرو شاه شاهان شاه اسماعیل در ادبیات علویان یا قزلباشان تبدیل بکنند، در طول 500 سال اخیر همواره علویان چه در دوره عثمانی و چه در دوره جمهوریت با سرکوب حاکمیتی مواجه شدن که هویت سنی رو بخش لاینفکی از هویت سیاسی خودش میدانسته، چه در دوره عثمانی و چه در دوره جمهوریت. کمال قلیچدار‌اغلو اولین علوی هست که تا این سطح از سیاست جمهوری ترکیه بالا آمده و من تعبیر رو در یکی از مصاحبه‌ها استفاده کردم، جا داره اینجا تکرار بکنم، اگر قلیچدار‌اغلو رئیس جمهور ترکیه بشه به یک معنا در واقع اون کاری که در جنگ چالدران شاه اسماعیل نتوانست انجام بدهد بعد از 500 سال تحقق پیدا خواهد کرد. آقای عارف، شما چه نکات بیشتری از علویان ترکیه میدونید؟ آیا در انجام عبادات و مراسم خود آیا آزادی دارند؟ بفرمایید. ببینید، علویان همواره از دوره سلطان سلیم، یعنی از سال 1512 میلادی که سلطان سلیم با کودتا بر علیه پدر خودش بر تخت نشست، با کودتا بر علیه سلطان بایزید دوم بر تخت نشست، همواره علویان تحت فشار بودند. این رو فراموش نکنیم. بسیاری از علویان آناتولی مجبور به کوچ اجباری به مرزهای ایران شدند، به سمت شرق رانده شدند قزلباشان، و سابقه قزلباشان هم عرض بکنم در واقع بعد از دوره ایلخانی و به جنگ آنکارا به صورت مشخص برمیگرده. در جنگ آنکارا، زمانی که تیمور در آنکارا یلدرین بایزید رو شکست داد، بسیاری از ترکمانان رو به اسارت گرفت و با خودش به سمت شرق آورد، در واقع این شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود که با وساطت موجبات آزادی ترکمانان اسیر رو فراهم کرد و شیخ صفی‌الدین رو اینها به عنوان قطب خودشون پذیرفتند و به آیین در واقع صفوی در آمدن. در آیین علویان یا قزلباشان نه تنها شاه اسماعیل بلکه شیخ حیدر، شیخ جنید و شیخ صفی‌الدین هم در واقع به یک معنا مقدس تلقی می شوند. به لحاظ برگزاری آیین ها همواره تحت فشار بودند. جمع خانه های علوی همواره با سرکوب مواجه بوده. این رو هم لازم اضافه بکنم که علویان در ترکیه به شدت ایرانی هستند. نام های محل عبادتشون جمع خانه یا جم خانه در واقع به ترکی استانبولی نامیده میشه. پیروان مذهب علوی در آناتولی به همدیگر جان میگویند، یعنی در خطاب به جمع علوی از تعبیر جانها استفاده میشه. جان اینجا در واقع کسانی است که جان و دل خود به اهل بیت سپردن، به علی علیه السلام سپردن، و من در آیین‌هاشون حضور داشتم. به شدت در واقع حضرت علی براشون حتی به یک معنا جایگاهی فراقدسی حتی میشه گفت داره. اما اتفاقی که الان داره میفته، این اقلیت خاموش چند دهه‌ای و سرکوب شدگان چند سده‌ای یک نماینده‌ای دارن. این رو هم از گزارش اصلاح بکنم که آقای قلیچدار‌اغلو کرد نیست، بلکه تبارش ترکمان علوی هست. اینها در شهر زادگاهش شهر درسیم، یا به فارسی در واقع درسیم هست، در سیم، در نقره، به خاطر وجود معادن نقره که در دوره آتاتورک وقتی سرکوب میشن اسم اون شهر حتی تغییر پیدا میکنه به تونجلی، یعنی نقره به در واقع مس تبدیل میشه و به معادن مس در واقع اسم شهر تغییر میکنه. علی ای حال، یک اقلیت سرکوب شده رو ما الان داریم که به جایگاه کاندیداتوری رسیده و به شدت تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار داره علویان. و سوال آخر، برنامه ها و سیاست های کمال قلیچدار‌اغلو چه تفاوت هایی با رجب طیب اردوغان داره؟ بفرمایید. هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی بسیار متفاوت هست. در سیاست داخلی
مهمترین وعده آقای قلیچدارولو بازگشت ترکیه به نظام به نظام دموکراسی پارلمانی هست. اون چیزی که در سال 2017 با رفراندوم مناقشه برانگیز آوریل 2017 با حمایت حزب راست افراطی حرکت ملی گرا و در شرایطی که کشور در وضعیت فوق‌العاده اداره می‌شد، هنوز وضعیت فوق‌العاده بعد از کودتای نافرجام جولای 2016 به 15 جولای 2016 به قدرت خودش باقی بود، در واقع با یک همچین رفراندومی که برای اولین بار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا حاضر به تایید نتیجه اون نشدند، نظام به ریاستی تغییر کرد، نظام تک نفره از جنس نظام سیاسی فی المثل در روسیه، یک نظام اقتدارگرای تک نفره از جنس پوتین در واقع در ترکیه شکل گرفت. مهمترین وعده قلیچدارولو در سیاست داخلی بازگشت به نظام پارلمانی هست و در سیاست خارجی میراث مصطفی آتاتورک مبنی بر در واقع صلح در کشور و صلح در جهان و روی کرده به سوی غرب و عدم مداخله در مسائل خاورمیانه، عدم ایجاد تنش در خاورمیانه و نکته دیگر وعده ای که او در کنگره حزب جمهوری خلق در فوریه 2016 و فوریه 2018 تکرار کرد، مبنی بر تشکیل سازمان امنیت و همکاری خاورمیانه به سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا یا در وهله بعدی شکل‌گیری چیزی شبیه اتحادیه اروپا در خاورمیانه. این نکاتی است که در حوزه خاورمیانه آقای قلیچدارولو مطرح میکنه. همچنین راه ابریشمی که داره مطرح میکنه برخلاف پروژه اردوغان، نه ایران رو نه همانند اردوغان ایران رو دور میزنه و در برخلاف اردوغان نه از پروژه ترانسکاسپین یا دالان زنگزور یا هر راه دیگری که ایران رو بخواد دور بزنه، بلکه از راه ابریشم تاریخی دفاع میکنه که بخش عمده ای از اون از قلمرو سرزمینی ایران عبور میکنه. تشکر میکنم از شما آقای عارف. پاینده باشی. سلامت باشی. پیمان عارف تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن با ما همراه بودند.